سلام عزیزان، همراه شما در کانال اندیشه و قلم سفر می کنیم به تهران قدیم. دروازه و دروازه‌بانی. دروازه های 12 گانه اطراف شهر به جز دروازه 20 سقفی که محل عبور ماشین دودی بود، تنها مدخل و مخرج آیندگان و روندگان شهر به حساب می آمد که از اذان صبح گشوده شده کمی بعد از غروب مسدود می شد و مترددین را لازم بود که فقط در ساعات گشایش آنها رفت آمد داشته باشند و در ساعات و اوقات غیر مجاز فقط با راضی ساختن دروازه‌بانان و دادن پول چای و دستلاف یا رشوه و مانند آن می توانستند عبور و مرور بکنند و در غیر این صورت اجبار بود تا باز شدن آنها معطل شد. اتاقی که در دو طرف این دروازه ها ساخته شده بود، یکی برای مأمورین نواقلی یا مأمورین اخذ عوارض و یکی جهت دروازه بانان بود که بستن و گشودن دروازه ها را در اختیار داشتند و هر مسافر تازه وارد را الزام بود که با این دو دسته برخورد داشته باشد. وظایف دروازه بانان نظارت در احوال آیندگان و روندگان و در صورت دستور تفتیش بدنی و تحقیق و تجسس در احوال ایشان و تکالیف مأموران نواقل دریافت عوارض از بار و مرکب مسافران بود که از مشاغل پردرآمد دستگاه دولت به شمار می آمد. عوارضی که از ورود و خروج هر بار و مسافر دریافت می شد عبارت بود از 100 دینار یا 1/10 ریال برای هر لنگ بار الاغ و 1 عباسی یا 2/10 ریال برای هر لنگ بار قاطر و 5 شاهی یا 1/4 ریال برای هر لنگ بار شتر، ایزان 2 قران جهت هر درشکه، که درشکه وسیله چهارچرخه‌ای با سقف کروکی و چرخهای لاستیکی با ظرفیت 2 مسافر و 1 درشکه‌چی که در خارج اتاق مسافر قرار می گرفت و به وسیله 2 اسب حرکت می کرد بود و 3 قران یا ریال برای هر کالسکه شبیه درشکه با اتاق مربع شبیه اتاق اتومبیل‌های سواری اولیه بود که با قرار داشتن کالسکه چی در خارج با 2 یا 4 اسب که کنار هم
و 6 اسب که دو به دو پشت سر هم بسته می شدن حمل مسافر می کرد و 4 قران برای هر دلیجان. دلیجان چارچرخه مسقف بزرگتری بود با ظرفیت 6 یا 8 مسافر که باربندهایی در سقف و پشت جهت بار مسافران داشت و با 4 اسب پهلوی هم کشیده می شد که در این وسیله نیز سورچی در خارج از دلیجان قرار می گرفت و جهت مسافرت‌های دور استفاده می شد. و 5 قران برای هر گاری پستی. گاری پستی گاری‌های چارچرخه روپوشداری بودند با 2 چرخ کوچکتر و 2 چرخ بزرگتر در عقب که جزو وسائل سری و سیر به شمار می‌آمدند و در حمل و نقل بار و محصولات پستی به کار می‌رفتند و ساعتی 6 تا 8 کیلومتر راه می‌پیمودند و 1 تومان یا 10 ریال برای گاری تجارتی. گاری تجارتی گاری‌های شبیه آن جهت حمل مسافر با ظرفیت 3 خروار یا 900 کیلو بار و 24 مسافر بود که بارها را در کف گاری قرار داده و مسافران را روی آن می نشانیدند و وسایل دیگر مسافران از قبیل وسایل دم دستی مانند اسباب دود و دم و قلیان و سطل و آفتابه و مانند آن از بیرون به اطراف آن آویخته می شد و در روز 6 فرسنگ یا 1 منزل که مساوی 6 فرسخ بود و 4 اسب آن را می کشید طی طریق می کرد. به علاوه نفری 1 عباسی و 4 شاهی یا 0.2 ریال از هر مسافر دریافت می شود. به همین حساب برای هر 4 پای خالی از هر سر اسب و الاغ و شتر و قاطر و همچنین گاو و گوسفند که از 4 شاهی تا 0.5 ریال به وصول می آمد. چون دولت اغلب عواید دروازه ها رو مثل اغلب مشاغل دیگه به اجاره واگذار می کرد، دروازه‌بان ها حکام مطلق العنان دروازه های خودشون بودن و نرخ عوارض اون رو تو فصول مختلف و رواج و کساد کسب و کار تغییر می داد و هیچ توجهی هم به قرارهای دولتی نمی کرد. در موارد مختلفی مثل مخارج اضافی یا توقعات و زیاده خواهی های کنتراتچی هایی که گاهی اوقات 12 دروازه رو 1 جا اجاره می کردن یا ضعف و آشفتگی های دولت ها، این مبلغ ها رو به چند برابر بالا می بردن و به دلخواه خودشون قوانینی مقرر می کردن و گاهی اوقات این قوانینی که مقرر می کردن منجر به ضبط و مصادره اموال و اسغال مردم می شود. تنها راه چاره اینطور مواقع برای مردم این بود که متحمل مرارت‌های تغییر مسیر بشن و به صورت قاچاق از بیراهه و شکاف خندق‌ها و جاهایی مثل اون رفت و آمد کنن. البته عوارض و حق العبور اتومبیل در آن زمان چون تعداد اتومبیل از انگشتان دست یک مأمور تجاوز نمی کرد هیچ مبنایی نداشت. اولا مربوط می شد به انصاف و مروت نواقلی‌ها و دروازه‌دارها
تا چه مبلغی بگیرن و دیگه اینکه بستگی به اینکه چه کسی راکب چنان مرکوبی باشه و کمزوری و پرزوری او که یا چند برابر پرداخت کنه یا بدون پرداخت عبور کنه. اون چه که مسلمه و یکی از قوانین خود ساخته ی دروازه‌بانان بوده اینه که از هر اتومبیل سواری 1 تومان و از هر سرنشین اون 2 قران دریافت می‌کردند و اگر از صاحب مقامی محروم می‌شدن و چیزی عایدشون نمی‌شد، اون رو سرشکن کامیون‌های باری و سواری‌های مسافری می‌کردن و با ایرادهایی که از بار و دیگر اوضاع اونها می‌گرفتند، از این دوتا مبلغ رو وصول می‌کردن. پالکی و کجابه و تخت روان یا هودج از وسایلی بودند که هنوز در اون زمان وجود داشت، اما کم کم رو به زوال می رفت. از پالکی 1 قران می گرفتند، از کجابه 30 شاهی یا 1.5 قران، از تخت روان 2 تا 4-5 قران می گرفتند. پالکی و کجاوه 2 تا صندوق بدون در بود که روبازش رو پالکی می گفتن، رو پوشیدش رو کجاوه. 2 طرف قاطر یا شتر می بستن و تو هر صندوقشون 1 نفر می تونست بنشینه. تخت روان یا هودج اتاقک مسقفی بود که با 2 تا شتر یا 2 تا قاطر کشیده می شد و معمولاً توی اون میتونست 4 نفر با لوازم خواب و خوراک و چای و قلیان زیست کنن و سفر کنن. همونطور که گفتیم، دروازه‌بانی و نواقلی از مشاغلی بود که کمتر کار دیگه‌ای بود که عوایدش به پای اون برسه. اما مداخل کلی و برکشون اونها موقعی بود که یک وضع فوق‌العاده مثل جنگ و سان و رژه و مانور و شاه سواری و مانند اون پیش اومده باشه، یا دولت مال بگیری داشته باشه و بخواد مهمات و قورخانه رو حمل و نقل بکنه. مال بگیری زمانی بوده که دولت احشام و وسایل حمل و نقل رو مصادره می کرده و دولت ها می خواستن اون رو منتقل بکنن. باید توضیح بدیم که دولت جهت صرفه‌جویی و خودداری از مخارج اضافی یا فقر مالی در چنین مواقعی وسایلی در اختیار نداشت و اون رو از مرکب و مرکوب مردم تأمین می کرد. به این صورت که حکمی برای مصادره و توقیف چارپایان و گردونه ها صادر میکرد و در اختیار ماموران میگذاشت و این همون زمانی بود که ماموران به مال و حشم و دواب صغیر و کبیر رحم نمیکردند. با اینکه جز دستور اخذ اسب و الاغ و شتر و قاطر و وسایل چرخدار نمی رسید، اما گوسفند و بز و مرغ و خروس و خشک و تر مردم همه رو غارت می کرد.
منحصر به دروازه‌بان‌ها و ماموران نواقلی نمی‌شد. در این موارد فرصتی بود که هر فراش و آژان و سرباز و قزاق و سردمدار در هر نقطه‌ای از خارج و داخل شهر به یغما و چپاول اموال و اسقال مردم بپردازند و با چوب و کتک چارپایان رو از زیر رکاب مردم کشیده با بار و بنه به اسم دولت و به نفع خودشون تصاحب کنند. این لجام گسیختگی به این حد محدود نمی شد. درشگه و گاری و چارچرخه و اتومبیل و هرچه از این قبیل رو هم شامل می شد و اینها هم چپاول می شد. از دست ندادن این اموال مشروط به این بود که از ابتدا با پرداخت پول شیرنی و پول چلو کباب و مبالغی به اسامی اینها بتونند مأمور رو راضی و از دست دادن اموالشون جلوگیری کنند. و الا چندان که از اختیار مالک به در می آمد و به تصرف مأمور قرار می گرفت، از نظر غایب می شد. مگر دیگر این مرکب رو در میدان مال فروش ها و اساسیه را در میدان سید اسمال ببیند که فروخته شده بود و دیگر اشیا را در خانه و اتاق و اندرون و شکم مأمور به دست بیاره. شاید جمله خر بگیری و مثل تا بگویم خر نیستم صد خروار بارم کرده اند از همینجا آمده باشه. سید اسمال هم یک میدانی بود در جنوب بقعه امامزاده سید اسمال که شرق خیابان سیروس بود، نرسیده به چهارراه مولوی، میدانی که در اون هر گونه امتعه نو و کهنه و دزدی خرید و فروش میشد. عواید دیگه هم برای دروازه‌بان‌ها وجود داشت. مثلا به بهانه تفتیش و بازرسی اموال و اشیاء مسافران و مکاریان، هر زمان شی یا اشیایی مثل پارچه و تریاک و بنگ قاچاق به حساب می آوردن، به دستاویز اون اخاذی و جیبکنی می کرد. وای به حال مسافر و صاحب باری که از پرداخت پول شیرینی و دستلاف یا رشوه خودداری کنه، ناخون خشکی کنه. اولا بار و بنش رو خالی می کردن، از بسته و جعبه و عدل بیرون می آوردن، از هم گسسته می کردن، پایمال خاک راه می کردند و دست خوش نابودی و تاراج میکرد. ثانیاً ساعتها بلکه روزها و هفته ها باید سرگردان و معطل میشد تا چاره‌ای برای گرفتاری خودش پیدا بکنه. آخرش هم به توصیه اهل خیر که راهنماییش میکردند که با مأمور دولت نمیشه در افتاد، هر که با این گروه در افتد ور افتد، و سعی می کردند اون رو سر عقل بیارند و از نصفه ضرر برگرده و وادار می شد که یک چیزی هم اضافه بر خواسته اولیه ایشون تسلیم کنه تا بتونه خودش رو خلاص بکنه. در واقع هم چوب رو خورده، هم پیاز رو و هم جریمه رو پرداخت کنه. این ضرب المثل
کنایه از داستانیه که میگن متهمی رو به جرمی نزد حاکمی میبرن. حاکم حکم میکنه که یا فلان مقدار پیاز یا فلان تعداد چوب بخوره یا فلان مبلغ پول بپردازه. متهم مقداری پیازها و مقداری چوب رو خورد، چون هر دو رو از توانایی خودش خارج میبینه متقبل پرداخت پول میشه و برای همینه که میگن در واقع هم چوب رو خورده، هم پیاز رو و هم جریمه رو پرداخت کرد. مداخل و غارتگری ها وقتی بود که کار دروازه رواج داشت و کمتر فرصت وقت کشی بود و باید معامله دربست، یعنی با نظر و توافق طرفین و به سرعت انجام می شد و نرخ های یک لا به نرخ های چند لا ترقی می کرد. اگر مسافر و صاحب بار مطیع و سر به راه بود و کم و زیادی کرده تحصیل رضایت می کرد، فبه ها خودش رو آزاد و مالش بدون تفتیش و جستجو مرخص می شد. هر زمان برخلاف این عمل می کرد و نه و چون و چرا و لجاجت و تمرد می کرد، چوب هایی بود که به بهانه تفتیش به بارهاش می زدن و سیخهای آهنی نکتیزی بود که به جستجوی تریاک داخل بسته ها و عدل هاش می کردن. اگرچه پارچه های قیمتی و بالاتر از اون هم بود فرو می کردن و هستی و سرمایش رو نابود می کردن. حکایت همون مثل معروف که اگر یکی دیگه بزنی هیچی. داستان این بوده که کسی بار شیشه حمل می کرده، یکی با چوبی دو سه بار به اون می نوازه و میگه بار چیه؟ و طرف جواب میده یکی دیگه بزنی هیچی. ز دستت خاطری پرپیچ دارم، زنی گر چوب دیگر هیچ. دل از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم، شکل از بخت بدختر بکنم یا نکنم، توی استخر محبت بپرم یا نپرم، دو سه تا پشتک و بارو بزنم یا نزنم، لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا نکنم. ای حبیب من، ای طبیب عشق تو.